سلام دوستان، خب تو جلسات قبل پاور بی آی ما در خصوص نحوه ایجاد کردن جدول ها، فرمول های دکس و خیلی چیزا صحبت کردیم. یه سری از نمودارهایی که اینجا هست رو هم با هم دیدیم. از اینجا به بعد ما میخواییم اون نمودارهایی که تا الان ندیدیم و خب جالب و مهم هستن رو با هم دیگه کار بکنیم. البته نمودارهایی که اینجا واسه آر اسکریپت و پایتون ویژوال هسته، چون نیاز هست شما آر و پایتون بلد باشین، اینجا کار نمی کنیم، چون مبحثش میره دیگه واسه آر و پایتون. ولی نمودارهای دیگه هستش که اینجا ما میخواییم با هم دیگه مشاهده کنیم. اولین مورد اون هم QA هستش، یعنی Question and Answer، پرسش و پاسخ، که خیلی چیز جالبی هستش. به ما این قابلیت رو میده که با زبان نوشتار بگیم چی میخواییم و Power BI بیاد جوابش رو بده. بر اساس این دیتا مدلی که اینجا درست کردیم، جدول هایی که داریم، میایم سوالمون رو مطرح میکنیم و Power BI جواب میده. خب بیایم یه دونه مثلا گزارش بسازیم، بهش میگیم Q and A. خب تو اینجا اگر قسمت مدلینگ بریم، اینجا QA رو میبینیم. خب اگه دابل کلیک هم بکنیم، خودش به صورت خودکار QA رو میندازه. تو این قسمت هم ما QA رو میبینیم. QA که اینجا حالا فعال نیستش، یه تیبل سلکت بکنیم فعال میشه. تو قسمت insert هم ما QA رو میبینیم توی حالا و نمودارهای دیگه. QA وقتی که انداختینش، اینجا میاد خودش سوال مطرح میکنه، میگه مثلا میتونی این سوالا رو بپرسی، یا اینجا مثلا از suggestion یا پیشنهادهای مختلفی رو به شما میده، یا اینکه میتونین تایپ کنین. خب what is profit، ناکنین غلط املایی هم داشته باشی، اینجا واسه تون قرمز میکنه. من اینجا غلط املایی داشتم، profit per product نه. خب سود به ازای هر محصول چقدر هستش. وقتی که اینجا حالا من غلط املایی دارم، اینو سلکت میکنم، میبینین یه نمودار واسه من انداخته و سود به ازای هر محصول رو واسه من اومده قرار داده. حالا من میتونم چیزهای مختلف رو هم امتحان بکنم. مثلا اینجا من profit per good داشتم، یه دونه شاخص داشتم، بیام این رو ببینم چطور هستش و کدوم ها بیشتر هستن. حالا میبینم زیاده، همه رو اومده سورت کرده، من میخوام مثلا بیشترین رو ببینم، what is top profit good per product name، و اینتر میکنم، میاد میگه این بیشترین بوده کنان ایمیج. حالا من میخوام چند تا رو ببینم، فقط یه دونه نباشه، پس میام product names میذارم، جمع میکنم. ببینید حساسیت وجود داره بین لغاتی که انتخاب میکنید، و اگر اشتباه تایپ بکنین اینجا ممکنه نتونه نمودار رو تهیه بکنه. به طور مثال من میام اینجا به جای profit per good که الان وجود داره، خب می‌نویسم what is profit per، به جای product name می‌نویسم items. خیلی وقتا مثلا به جای product میگن items دیگه. اینجا البته خودش تشخیص داده منظورت همون product name بوده، ولی نه، مثلا من میگم همون items رو بیار، و اینجا ناکنین نقطه چین گذاشته. این نقطه چین فرقش با اون دو خطی که میاره این هستش که وقتی دو خط قرمز میاد، یعنی من غلط املایی دارم. مثلا من اینجا به جای profit اگر بنویسم مثلا دو تا i بذارم، خب اگر مثلا اینجا من profit رو بد نوشتم، نتونسته تشخیص بده و غلط املایی داشتم، میاد میگه که آقا تو غلط املایی داری، با دو تا خط نشون میده. حالا من این غلط املایی رو درستش میکنم. تو اینجا آیتمز رو نقطه چین گذاشته، یعنی میگه آقا تو منظورت یه ستون هستش که من نتونستم تشخیص بدم. حالا تو اومده تشخیص داده پروداکت نیما، ولی نتونستم تشخیص بدم، اینو چیکارش باید بکنم؟ من اگه بخوام بهش تعریف کنم آیتمز چی هستش، میام تو این قسمت. تو این قسمت من میتونم این ابزار رو هوشمندتر کنم، یعنی بهش یاد بدم که به سوالات مختلف با کلمات مختلف جواب بتونه بده. مثلا teach QA رو میذارم اینجا. تو اینجا what is profit per items، میگه آقا items مشخص نیست، به چی ربط داره؟ من میگم آقا همون منظورش product name بوده، ستون product name هستش، و اینجا product name رو بسش انتخاب میکنم
و سیو میکنم و وقتی که میبندم دیگه اون خط نقطه قرمز نیستش و اگر نتونسته بود تشخیص به نمودار بکشه اینجا دیگه میتونه نمودار رو واسهتون بکشه. مثلا میخوام بگم how much profit per people. خب اینجا per people people رو نتونسته تشخیص بده کی هستش. خب کل مجموع سود من رو آورده ولی به ازای هر مردم و به ازای هر شخص نیورده. پس من باید چیکار کنم؟ بیام تو اینجا، بیام توی teach QA people رو تشخیص بدم که بهش بگم که آقا منظور من همون customer names هستش. خب بخاطر همین اینجا می نویسم customer name. حالا این یه روشش هست که من خودم میام سوالای مختلف رو میتونم مطرح کنم و این رو بهش یاد بدم و بهترش بکنم، یا اینکه نه اینو گذاشتم الان اینو میبندم نها کنین این دیگه میادش واسه من نمودار میکشه. خب به ازای هر شخص پروفیتش رو واسه من نشون میده. خب این روشش هست که من میتونم سوال بپرسم این میاد تشخیص میده و نمودار واسه من میکشه و جواب سوال من رو میده. حالا اینو اگر من پابلیش کنم توی اون وب بذارم، خب اون وقت افراد میتونن بیان سوالای مختلف خودشون بپرسن و واسهش نمودار بکشه. دیگه لازم نیستش که من اونجا نمودار در اختیارشون بذارم. میتونم بیام سوال بپرسم آقا من اصلا مجموع سودم چقدر بوده؟ به ازای هر منطقه چقدر سود کردم؟ در این سال چقدر سود کردم و غیره. حالا یه سری از این سوالات رو افراد که میپرسن مثل همین مورد پیپلی که ما داشتیم نمیتونه پاور بی آی تشخیص بده. اون وقت من ادمین چیکار باید بکنم؟ باید بیام توی ریویو کوئسچنز. من البته در حال حاضر ساینین نیستم، شما باید ساینین باشین و این باید با وب در ارتباط باشه که بتونیم مثلا ببینیم چه سوالاتی رو پرسیده شده و چه تغییراتی میاد بدیم. دقیقا مثل همون تیچ کیو ای باید بیایم اونایی که قرمز هستن و مخصوصا افراد میتونن درخواست بذارن، حتی بگن آقا من این سوالو پرسیدم پاور بی آی نتونسته تشخیص بده، لطفا اینو درست کن، ریکوست میذارن. من میتونم بیام اون ریکوست ها رو همه رو نگاه کنم بگم آقا مثلا اینجا که این طرف پرسیده مثلا پیپل منظورش همون کاستمره، اینجا که گفته ریجن منظورش مثلا پروینسه و چیزهای مختلفی که سوال پرسن. پس خیلی ابزار جالبی هست و از هوش مصنوعی استفاده میکنه و به سوالات ما جواب میده و میتونین ازش خیلی استفاده بکنین واسه گزارش گرفتن، واسه ایده گرفتن. ببینیم بذارین من این رو پاک بکنم، شو آل ساجستشن رو بذارم ناکنین. این که میاد به من پیشنهادات مختلف میده خودش خیلی چیز جالبه، به من ایده میتونه بده. بعد من مثلا یک کدومش رو انتخاب میکنم. خب میگه top product sub category by new profit. خب این مثلا new profit میتونه مثلا بر اساس هزینه های جدید حمل و نقل باشه که ما تو جلسه قبل صحبت کرده بودیم. میتونم این رو compare بزنم، compare by profit. خب یه ایده به من دادش که آقا بیا اینها رو مقایسه کن. حالا نمودارش رو شاید زیاد جالب نکشیده ولی تونستم ایده بگیرم که چقدر جالب میتونه باشه من پروداکت کاتگوری ها رو بر اساس نیو پروفیت و پروفیت خودم مقایسه کنم، بر اساس هزینه های حمل و نقل ببینم تو کدوم محصول هستش که هزینه های حمل و نقل بیشترین تاثیر رو سود من داره میذاره. خب این چیزایی هستش که این QA به من کمک میکنه، کارهای خیلی جالبی میتونیم باش انجام بدیم. حالا من یه دونش رو همینطوری میذارم که بمونه. ممنونم از توجهی که داشتین، تا جلسه بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.